سلام و درود بینندگان گرامی ازدو تیوی. امروز چهارشنبه 14 سپتامبر است. در استودیو با شما هستم فیروزی حید. در برنامه خبری امروز چنین موضوع را داریم. اینک توجه کنید. تیرپرانی در سه منطقه مرزی تاجیکستان با قرقیزستان. روسیه فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در حدود این کشور منع کرد. دوشنبه باکو و یروان مشکلات خود را با راه‌های دیپلماتیک حل کنند. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان ساکنان محلی را از مناطق نزدی مرزی به جای‌های امن انتقال می‌دهند. امروز 14 سپتامبر سال 2022 منبع از دو تیوی از واروغ اطلاع می‌دهند که مقامات قدرتی و نظامی در دو سوی مرز روند انتقال ساکنان محلی را با جایهای امن شدت بخشیده و در برابر وارد کردن تکنیکا و تجهیزات سبک و وزنین حربی را به منطقه افزایش دادند. پیش از این مقامات تاجیکستان و قرقیزستان در علیحدگی اطلاع داده بودند که بین مرزبانان هر دو کشور زد و خورد صورت گرفته است و تلفات جانی و مالی از هر دو طرف ثبت شده است. اینچنین کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان گفته بود که صبح امروز ساعت 7:15 دقیقه از جانب سرحدبانان پاستی سرحدی بلکباشی اتریادی سرحدی بادکن جمهوری قرقیزستان به طرف دیدبانگاه سرحدی کخی اتریادی سرحدی اسفره جمهوری تاجیکستان به یگان سبب از مینمیات 4 گلوله پرانده شد و موقع سرحدبانان تاجیک با استفاده از سلاح‌های پیکا اکه و دیگر اسلحه آتشفشان موردی حمله قرار گرفت. همزمان به قول رادیو آزادی، خدمات مرزبانی قرقیزستان هم اطلاع داده بود که در مرز قرقیزستان با تاجیکستان تیرپرانی نو رخ داده است. این بار در منطقه آقسای ناحیه بادکنی هم مرز با تاجیکستان خبر می‌دهند مقامات مرزبانی قرقیزستان. از سوی دیگر برخی رسانه‌های تاجیکستانی و قرقیزستانی هم در استناد به منابع خود میگویند که این درگیری‌ها در سه منطقه مرزی صورت گرفته، تا حال از مرگ 2 سرباز و 11 مجروح تاجیک خبر می‌دهند. بس پیلوتنیک زده آخر. بر اساس برخی عکس و نوارهایی که به دست ازدو تیوی رسیده است، در نتیجه این درگیری‌ها چندین ماشین سبکرو و خانه‌های استقامتی مردم نیز ضرر دیده است و شاهدان میگویند که جانب قرقیزستان در این نبردهای اخیر از پهپادهای رزمی استفاده کرده است، اما تا زمانی تهیه این مطلب مقامات این قضیه را شرح ندادند. سودی عالی فدرالی روسیه فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در حدود این کشور ممنوع اعلام کرد. بنا به اطلاع رپسی نیوز، دادگاه عالی فدراسیای روسیه دعوای دادستانی کل این کشور را در باره به حیث سازمان تروریستی اعتراف کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را قانع کرده، فعالیت آن را در قلمرو روسیه ممنوع اعلام کرد. تاجیکستان از سال 2015 به این سو تلاش داشت که فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در تمام قلمرو کشورهای پسا شوروی ممنوع اعلام کرده شود و منتها دو ماه پیش هنگام سفر پرکراری جنرالی روسیه به تاجیکستان این مسئله از نو مطرح گردیده جانب روسیه قول داده بود که فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را ممنوع اعلام خواهد کرد. نظری سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بابا جان قیوموف را در این باره میشنویم. البته چونانی که پیش بینی میشد قرار دادگاه روسیه قبول گردید و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در روسیه ممنوع و تروریستی اعلان شد. با وجود اینکه اصلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا این وقت در روسیه هیچ فعالیتی نداشت و فعال نبود، اما سیاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همیشه بر اساس تفاهم، گفتگو و احترام ارزش‌ها و احترام به منافع کشورها باقی می‌ماند. ولی درباره سیاست بعدی حزب در برابر روسیه به زودی در جلسه ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تصمیم گیری خواهد شد و بر اساس بیانیه رسمی منافع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نسبت به این مسئله رسما بیان کرده خواهد شد. سروزیری تاجیکستان از ارمنستان و آذربایجان خواست که مشکلات و اختلافات مرزی خود را با راه‌های دیپلماتیک حل و فصل کنند. بنا به اطلاع خاور، امروز 14 سپتامبر سال 2022 قایی رسول‌زاده سروزیر تاجیکستان در جلسه غیر نوبتی شورای امنیت
دست جمعی سازمان اهنامه امنیت دست جمعی از ارمنستان و آذربایجان دعوت کرد که سر میز مذاکره بشینند. به قول منبع، سروزیر تاجیکستان درباره جنگ های اخیر بین ارمنستان و آذربایجان تاکید کرده است که مهم است که به تشنج منبعده وضعیت راه دادن نشود و جانب ها هرچی زودتر راه های حل مشکلات را به مجرای سیاسی و دیپلماتی برگردانند. گفته می شود جلسه غیر نوبتی شورای امنیت دست جمعی سازمان اهنامه امنیت دست جمعی با درخواست سروزیر ارمنستان رئیس فعلی شورای امنیت دست جمعی نیکول پاشینیان شامی 13 سپتامبر سال جاری طریق آنلاین برگزار شده بود. بینندگان عزیز، اینجا برنامه خبر امروز به پایان رسید. خبر و گزارش های بیشتر را میتوانید از سامانه ما از دنقطه تیوی و کانال تلگرامی از دو تیوی پیگیری کنید. خیر تا برنامه های دیگر. خدا نگهدار.